بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام احترام شاگردای زگران قدر تشکر که در سار تقیب میکنین خداوند هم در پایان نصیبتان کنه توانایی های ذهنی شما را خداوند افزایش بده افضایش بته که بتانین بخیر بر وطنتان مفید واقع شدین درس هدف من بخوانین دنبال از این خسته شدم یا دلم نمیشه نگردین فکر کنین یک جهاد میکنین مخصوصاً نالی که تاریخ دوره اسلام میخوانیم دیگه شما میبینین که چقدر مشقت ها را پیامبر بزرگوار ما و اصحاب کرامش کشیدن تو خو سختی هم سرت یک درس هست من میخواد درس 4 دوم ماست ولی در کتاب شما درس 27 ام است شما گفته بودم که اگر ما به اساس هر درس کتاب مکتب در ثبت کنیم وقت هم زیاد میگیره امکاناتم هم قدر در دسترس ما نمیباشه باشه ما در یک روز به خاطر که مصارف کم شود چون یک فشار مالی زیاد از بالای ما در یک روز چند درس ثبت میکنیم و کوشش میکنیم در قلم تو یک دفعه کتابا تا سنف دوازده خلاص شوه که یک افتاد اشتاد درصد شما پیامه بگیرید باز بعدا بخیر میشه که امکانات مالی به دسترس ما قرار گرفت استادای متخص بخش دعوت کنیم و درس خوب خوبتر برتان ثبت کنیم در درس سیزدوان در مورد ازی فهمیدیم که پیامبر بزرگوار ما در 571 میلادی چشم به جهان گشودند و انسان امین و راستکاری بودند و پدرشان که عبدالله نام داشت پیش از تولدشان وفات کرد مادرشان بی بی آمنه در شش سالگیشان و پدر کلانشان در اش سالگیشان عبدالمطلب و به تعقیبشان سرپرستی شونه کاکای بزرگوارشان شونه طالب میگیره و بالاخره در چل سالگی به پیامبری مبوس میشن و در شست و سالگی رحلت میکنن عنوان امروز ما در مورد غزوات و فتوحات صدر اسلام معلومات داریم میفهمین که کدام غزوات صورت گرفت و چطور فتح صورت میگرفت اینه میره در این فصل بر ما و شما معلومات میده به حکم الله جل جلاله و دعوت بلا انقطاع حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از مردم به دین مبارک اسلام تعداد زیادی از مردم مکه معظمه و مدینه منوره مشرف به دین اسلام گردیدند از صحامات پیامبر بزرگوار ما دین مبارک اسلام روز تا روز قوت می گرفت چون پیام خوب بود انسانای نیک میشنید در قلبشون نفوذ میکرد و مسلمان میشدن اینجا میاد ما باشه که کلام کلام خوب و انسانای خوب تفکیک میکنه یعنی وقتی تو درس میخونی این یک نعمت خداست همین که تو حوصله داری امی درس برات میرسه و حوصله میکنی میشنوی شکر بکش کسایی که حوصله درس نداره این تاریخ پیامبر بزرگوار ماست نمیشن بهترین کتاب فرض مثال برش میخونیم کتاب در موفقیت در روانشناسی و سلی گوش کردن شنده چرندیات میخوای گوش کنه یادت باشه کنور رقم صفت شیطانی است توی کی درس خوانده میتونی صفت رحمانی است خوب است و شکر بکش خدا را مشرکین تلاش می نمودن تا صد راه نفوذ دین مبارک اسلام شدن میخواستن پیشوری دین اسلام بگیرن اما پیشوری خوبی را کسی گرفتن نمیتونه موانع مختلفی ایجاد می‌کردند از فراهم نمودن زمینی تنگدستی و تهدید فردی تا تعرض بر مال و جان مسلمانان غریب می‌ساخت کهشان تجارت نمیکردن مال نمی‌دادن غریبشان میساخت تهدید می‌کردشان که می‌کشیم تا بر مال و جانشان چور میکرد از قطع رابطه تا محاصره خانههای خانه‌های مسلمین دریغ نکردند رابطه امرشان را قطع کردن خانه‌هایشان محاصره میکرد که بکششانه و از این گونه های فردی و جمعی بر مسلمانان روا می داشتند با این همه تعذیرات و تهدیدات مراجعه به اسلام روز به روز زیادتر می چی می کردن نمی خوبی رو بگیرند تا آنکه مسلمانان قادر به دفاع از خود شدند و برای جلوگیری از تعرض،, تعرض مشرکین و خرافات پرستان به میدان جنگ رسیدند و غذاوات متعدد واقعی گردید که به طور مختصر چند غذاوات یادواری میکنیم. وقتی تعداد زیاد شد به پیامبر بزرگوار ما وحیه وحی شد کل در مقابلشان استادگی کنید اولین غزوه غزوی بدر است اولین غزوه بین مشرکین و مسلمانان به نام بدر یاد شده که در سال دوم اجرت واقع شد از شما سوال میکنه که غزوه بدر در کدام سال اجرت دوم اجرت در درس قبلی خواندیم که در 621 میلادی پیامبر بزرگوار ما از مکه معظمه به مدینه منوره هجرت کردن دو سال که دو جگ گذشت این غزوه واقع شد این غزوه در نزدیکی مدینه در منطقه به نام بدر واقع شد اگر شما کس پرسان میکنه غزوه بدر چرا میگیم چون در منطقه بدر واقع شده در این غزوه مسلمانان بر مشرکین غالب آمدند تعدادشان هم کم بود ولی مشرکین شکست دادند و اولین فتح در میدان جنگ به نفع مسلمانان شمرده میشه این اولین رویارویی بود و اولین فتح بود با وصفان که تعداد مشرکین در این غزوه تقریبا هزار تن و تعداد مسلمین 313 تن بودن تقریبا شما بینین سه برابر بودن اینا هزار نفر در مقابل سی نفر هم بازم به نفر مسلمان ها پایان افتیف میفهمین چرا؟ ایمان قوی عزم راسخ دل مطمئن توکل به خدا پیروزت میکنه در زندگی اینی پیام که تو از این درس بگی نه تنها کنی که سال دوم اجرات بود نه تو باید هدفش بگیری که چی بوده این هدف چون تو 300 نفر به هزار نفر غالب میشه چون این طرف ایمان داره به خدا فکر میکنه که بر یک هدف مقدس باید تلاش کنه او طرف چی؟ بر مال و منال جنگ میکنه اون میبازه در دنیا بر ارزش های بزرگ کار کن بر دین، بر انسانیت، بر اخلاق، بر شرافت خاطر پول اینا خدا بیزد نساز جنگ نکن خب اما قدر دهی غزوه برتون گفته باز به خیرت من در کتاب های تاریخ بعدی تا نگنی باز ما و شما به فرصت میتونیم سیرت النبی بخوانیم تاریخ اسلام رو بخوانیم از کتاب بزرگتر این رو خب اندازه یک سن فف بر شما آورده فعلا یک سوال همی که در مورد غزوه بدر معلومات دهید در مورد غزوه بدل معلومه که در سال دوم هجرت در منطقه بدل واقع شد و مسلمان ها غالب شدند هزار کافر مشرک و سی سیزده مسلمان در مقابل هم استادند دومین غزوه غزوه احد است یکی از مشهورترین غزوات مسلمین شمرده میشه این غزوه در سال سیوم اجری واقع یک سال بعدش مشرکین زور داد بر خاطر قصدگیری کل امکانات خود جمع کردن که به مشرکین مکه تلفات زیاد وارد گردید غزوی دیگر که در حتی پیغمبر سلام واقع گردید به نام خندق یاد میشه خندق چکوری مانا میتب در این غزویت شد که تعداد مسلمان ها کم بود کفار کلشان جمع شدن بسیار زیاد بودن باز به با مشوره سلمان فارسی چی کردن خندق کردن چکوری کردن که کفار با مشکین تیر شده نتانه در این غزوه مشکین به عملاتی پرداختن ولی هیچ کامیابی به دست نوردن این غزوه مصادف به سال هفتم هجری بود غزوه موتا یکی دیگری از زمان غزوات میان مسلمین و مشرکین بود که سال هشتم هجری واقع گردید در این غزوه حضرت خالد ابن ولید نقش بسیار مهم داشت سرلشکر بود اینا کسایی بودند که با مسلمان شدنشان اسلام قوی شد با مسلمان شدن حضرت حمزه با مسلمان شدن حضرت عمر با مسلمان شدن خالد ابن ولید اسلام قوت گرفت رفت فتح مکه معظمه آخرین غزوه امیست که پنبر بزرگوار ما پس میان مکه خانه اصلی خوده از شر مشرکین پاک میکنه فتح مکه یکی از بزرگترین پیروزی های مسلمین بود که در سال هشتم هجری صورت گرفت بدون تردید مسلمانان در وضع برتر از مشتکین قرار داشتند. حال دیگه اسلام قوی شده بود اما با این هم مشتکین و باشندگان مکه در راست بودند از این جهت حضرت گوشک بزرگی پیامبر ما از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و فرمود هر که در خانه نشیند و در را ببندد در امان است هر که در مسجد الحرام پناه ببرد در امان است و هر که در خانه ابو سفیان پناه ببرد امان است به این ترتیب مسلمانان بدون جنگ داخل مکه شدن و فتح بزرگ نصیب شد اینجا فتح بزرگ هم در اسلام یاد میکنن رفتن به مکه مشرکین می ترسید که اینا قصد خودم میگیره ما چی بدی نبود که دقشان نکردیم اما پیامبر بزرگوار ما گفت هرکس در میدان جنگ بود ما کتش جنگ میکنیم کس در سه مکان رفت ما کتش کار نداریم یکی در خانه خود بانه دو در خانه سفیان پناه و که از بزرگای مکه بود ابو و سه هر کس در مسجد الحرام پناه ببره آه. غزوه هنین از جمله غزوات شمرده میشد که در آن به تعداد دوازده هزار تن مسلمان سعی کنین از سی, صده سی, صده سی صده مسلمان ها زیاد شده رفتن پیام حق بود آ در اینجا پیام دیگه که می خواستم بگیرین بخشندگی رو یاد بگیرین بخشندگی در عین بزرگی یادتان باشه و و دیگه طرفدار حق باشید طرفدار حق باشید سخن خوب آدم خوب دین امایتش کنید در جریان این غزوه لشکر کفار به شکست قطعی مواجه شد و مسلمانان پیروز شدند این غزوه در اطراف طایف با وقوع پیوست در زمان جتل ودا پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برای مسلمین شرایط حج را آموزش دادند و همه این اعمال و قراردادهای زمان جاهلیت را منع قرار دادند حجت گفتیم آخرین حج پیامبر بزرگوار ما بود در نتیجه غزوات متعدد و پیروزه های مسلمانان بود که زمینه مساید برای حیات اجتماعی و سیاسی مسلمانان به وجود آمد البته باید بگیم دقیق غذاوات زیاد گپا شده خو اینجا بر شما مختصرم گفته باز به خیر به فرصت اگر زندگی بود ما و شما کل کتابای مشهور توضیح می تیم تشریح می اینجا این چینل ما و شما بخیر خیر یک گنجینه علمی می باشه کار افغان ما چیزی کار داشت بیا دیگه از بزرگا دعوت میکنیم کنیم بیا این حرکت چیزی بر گفتن داره ثبت می کنیم بر شدت می کنیم که مردم استفاده کنه این سیستم در خدمت تان سماتنای مربوط من است یک کار ملی یک کار افغانستان شمول است بر هر افغان بر هر انسانی که از این بحث ها میتونه استفاده کنه ما در خدمت شستیم به استفاده کنیم قبل از رحلت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام نفوذ دین مبارک اسلام بر ساحات و شهرهای مکه، مدینه و تعداد دیگر از شهرهای جزیره العرب شاعی یافت و وحدت مسلمانان را در جزیره عرب به وجود آورد. زیاد شهرها دیگه مسلمان شده بودند این پیروزی ها بنیاد قوی برای ایجاد حکومت اسلامی در جهان گردید که در دروس های آن را میخوانیم خلاصتا یک کلیات فهمیدید این همه قرار شما دوستایی نزینیم حفظ کنین در خانه در موردش گپ بذارین ختم نان بگوین پدر مادر خبر دارین این غذا را تشریح کنیم بسیار خوش میشه پدر و مادرتان که اولاد ما قدر انسان بزرگوار است د ای تصویر غار سور یا سور میگن دوستای نازنینم جایی است که وقت قصد جان پیغمبر بزرگوار ما را کردن بازت در اینجا خواد بود خواستن پیغمبر بزرگوار ما را بکشن حضرت علی کرم الله وجهو به جایشان خوابید و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی هم سفر شدن آمدن در میغار پناه آوردن اینجا که اونا تعقیب میکردن دگه پیدایشان نتانستن که باز اگر ده کتاب بود در موردش صحبت میکنیم خب سوال کدایا میدانید خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی وقت شروع شد چطور شروع شد بعد بعد از رحلت پیامبر بزرگوار ما میخوایم صدیق میفهمیم چون بسیار انسان راستگو بود لقب صدیق گرفت اسم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی هو عبدلاست و کنیتشان ابوبکر و لقبشان صدیق است و که آن را حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و برایش انتخاب کرد وای در دوره جاهلیت به نام عبدالکعبه مسما بود موصوف دو سال بعد از سال عامل فیل سال فیل سال فیل شما می که ابره خواست که خانه کعبه شریفه را خراب کنه کم و بابیل بالایش حمله کرد و کل لشکر از به دور سال فیل میگن در مکه به دنیا آمد شجری حضرت ابوبکر صدیق در جد ششم به شجری حضرت محمد صفا صلی میرسد در شش پشت یا شش پدر کلان یک جای میشن یعنی مشترک است بعد از رحلت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و حضرت ابوبکر صدیق در یک جلسه عام, عام مسلمین عام از مهاجرین و انصار به مقام خلافت اسلامی برگزیده شد مهاجرین با کسایی میگفتیم که هجرت کرده بودند به مدینه منوره و انصار فکر میکنه محالی خود از اونجا رو میگفتن موصوف خوی را باز در های بعدی می باشه اگر نبود من پیدا میکنم و تا وقت هم شما وظیفه تان که مهاجرین کیاره میگفتن و انصار کیاره میگفتن موصوف اولین خلیفه از جمله خلفای راشدین بوده که از سال 11 16 13 هجری به ایس المومنین خدمتگزار مسلمین بود دو سال از 11 الی 13 حضرت ابوبکر صدیق بعد از انتخاب شدن به ایس المومنین در اولین خود در محضر مسلمانان که مهاجر و انصار باشه چنین فرموده مردم من را بایس خلیفه انتخاب کردین من از شما بهتر نیستم بزرگی رو ببینین اگر خوب کردم مرا همراهی کنید و اگر عمل بد انجام دادم مرا من, من نکنید اینی گپ پیاد بگیریم که اگر آکم شدیم جایی بگوییم اگر بد بودم مرا چاپلوسی من نکنین نگوین خوب است دست ما بگیرین ادایتم میکنین اگر نمیشه از این موقف پس کنید متاسفانه دردی که در وطن ما که برشوت ود یک چوکی میرسیم توانایی پیش برد کار نداریم اونجا تا میتونیم رشوت میخوریم متاسفانه از اسلام فاصله داریم اگر کسی مسلمان است تو نیرومندترین شما در مقابل من ضعیف است یعنی از قدرت نمیترسیم که خود برو میزنی غال مقال بکنی خود قوی بگیری نه او پیش من ضعیفترین است و ضعیفترین تان پیش من قوی است مهم که حق با کیس؟ من طرفدار حق هستم در هر قوم که اعمال بد رایج را گردد به بلا گرفتار میشه برای مردم گفت که نمانیم بدی رواج پیدا کنه اگر بدی رواج پیدا کرد ما کل ما تبا میشیم قوم تبا میشه ما و شما باید منعیس مسلمان خوبی را ترویج بتیم حضرت ابو بگر صدیق رقضی الله تعالی عنه الله هم میتونیم ببینیم خداوند راضی باشه از اون در مدت دو سال خلافت جلو ارتداد ارتداد یعنی مرتد شدن بر بعضی مثال کسایی که مسلمان شده بود بودن ضعیف ایمان بودن میخواستن دوباره کافر شد جلو ارتداد بعضی اقوام را گرفتن در این زمان ادعی از مرتدین نیز دعوای پیامبری نمودن پیامبرای کاذب پیدا شده بود داره پیامبر بزرگوار آخرین پیامبر بود که از جمله میتون مسلمه کذاب را یاد کرد ولی حضرت او بکر صدیق رضی الله تعالی را, را امی مسلمه ای مسلمه ای کذاب دروغوی کذاب دروغوی دروغ می پیغمبر را به قتل رسانی و سپس پیروانش را به دین مبین اسلام دعوت کرد حضرت او بکر صدیق رضی برای مرتدان پیغام فرستاد به این متن به نام خداوند بخشنده و مهربان از ابوبکر بکر خلیفه پیغمبر خدا به سوی هر کس که نام بدو میرسد از خاص و مسلمین و مرتدین درود بر آن کس که پیرو هدایت است و پس از هدایت به زلالت و کوری برنگشته است به اینا درود من خدا یگانه را پرستش می کنم و شهادت می دهم که خدایی جز او نیست و محمد بنده و فرستاده است و بدان و بدان چی آورده اعتراف دارم و هر کس که قبول آن از قبول آن امتنا ورزد و ای را کافر می دانم و با او جهاد میکنم گفت من سر دین استادستم با او اعتراف می که محمد بنده و فرستاده خداست هر کس دمیدین دین بود ما هستیم. هر کس مخالفت میکند ما کتش جواب میکنیم و در قسمتی از این پیغام آمده است اما بعد خداوند محمد را به حق خداوند محمد را به حق سوی خلق فرستاد که ترساننده و مجدرسان باشد و با اذن خدا اذن اجازه به اذن خدا مردم را به سوی او بخواند و چراغ نورافشان باشد و همه انسان ها را از خدا بترساند تا گفتار او در باره کافران محقق شود خداوند هر کس را که دعوت رسول را اجابت کرد ادایت نمود سپس پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حالی که فرمان خدا را اجرا کرده بود و اومت خود را اندرز داده بود وظیفه خود را به پایان رسانیده بود و یافت حضرت ابو بکر صدیق آن عده از افراد و قومی که از ادای فریضه زکات سرپیچی میکردند نیز اسلام نمود ساحه حاکمیت مسلمین در دوره خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تا شام که سوریه امروز است تا سوریه و عراق رسید برای تصرف بین نهرین سپاهی به سرپرستی خالد ابن ولید فرستاد مفسوف آن ساحات را در قلمرو حاکمیت اسلام قرار داد در وسط قلمرو مسلمین حضرت خالد ابن ولید رضی نقش بس عمده داشت دوره خلافت حضرت ارکسی دو سال و چند ماه بود و در سال 13 هجری وفات کرد دوره درخشان بود اینا شما نتیجه گیری کنید از دوره مردم به ارتداد نماند کسایی که دعوای پیغمبری به دروغ میکرد از بین بود یا اصلاحشان ساخت و دامنی اسلام گسترش داد به نان اگه یک سوال بر شما باشه ایست که در مورد خلافت ابو بکر صدیق بگوین و خصوصا شما کلامش یادتان باشه که هر اول چوکی که زورتان نمیرسه نگیرین تواناییش ندارین پیش نبرین و وقتی که تواناییش دارین بگوین تا روزی که من خوب بودم پیروی کنین اگر نبودم شما مر اصلاح کنین خب بعد از اینکه ابو بکر صدیق از جهان میره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی به خلافت میرسه که درس 22 هم است از ما و شما همچنان درس 14 ماست بعد از وفات ابو بکر صدیق خلافت به حضرت عمر رضی رسید حضرت عمر ابن خطاب چهار سال قبل از جنگ فجار در مکه تولد یافت شجرش بکب بن لوی قریشی که از طایفه بنی می میرسد در طفلیت گوسفندان پدر خیش را در دری جهالیت نماینده قریش در میان فرقه های درگیر بود در فساحت و بلاغت سانی نداشت و در میان عرب به این جهت نهایت مشهور شده بود به خاطر فساحت و بلاغتش شش سال بعد از بحثت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و سلم دین مبارک اسلام مشرف شد اول نبود سرسخت دشمن اسلام بود ولی وقت اسلام آورد که حتی پیامبر مبارک مدعا کرد که حضرت عمر اسلام بیاره و وقتی مسلمان شد باز بسیار بر اسلام جانفشانی کرد زمانی که مریضی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی شدت گرفت در فکر خلیفه اسلام پس از خود شد و این فکر رو ما وفات میکنم کی بجای در این رابطه از مردمان خبیر زمانه و از دوستان خیش در مورد حضرت عمر رضی الله تعالی پرسید. میپرسید و همه بدون تکلف و بدون قرض صادقانه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تایید میکردند بگو گفتن بله روزی از حضرت عثمان پرسید موصوف در جواب گفت که شما از همه این ما زیادتر در مورد عمر می سختگیر است ولی باطنش از ظاهرش بهتر است در میان ما بهتر از عمر کسی نیست به نابر وسیعت نامه حضرت و بکر صدیق امور خلافت اسلام به حضرت عمر رفتی الله تانهو سپرده شد یعنی تمام اصحاب به می نتیجه بودن که حضرت عمر بهترین است باید انتخاب شود. و حضرت عثمان هم گفت که بله حضرت عمر بهتر است آدم با تقواس در وصیت نامه آمده بود که به نام خداوند بخشنده و مهربان من عمر ابن خطاب را امیر شما کردم وصیت نامی حضرت ابکر صدیق اگر نیکی کرد و برای هدا برای عدالت رفت این چیزی است که من از او میدانم و نظریست نز، نز، نظری است که درباره او دارم امی نظرم است که عدالت میکند عدالت میکنه تا که عدالت کرد شما هم طرف کنید و اگر ستم کرد و حق را تغییر داد من غیب نمیدانم من غیب دان نیستم باورم به که عادل است اگر خدای ناخواسته خلافش ثابت شد من نیت خوب داشتم و رفتار هر کس مربوط به اوست و آنان که ستم میکنن خواهند دانست که سرانجامش چیست من میگه به اساس یک نیت پاک شناختی که از حضرت عمر دارم من ایس خلیفه برتان معرفی کردم اگر بد بود باز پیروی نکنید فتوحات مسلمین ادامه میابند لشکرهایی که روان شده بر طرف ادامه پیدا میکنه در دورین حضرت عمر حضرت عمر رقد بعد از وفات بعد از وفات حضرت ابوبکر صدیق باعث دومین خلیفه اسلام زمان مورا به دست گرفت لشکر فاتح مسلمین در زمان عبقر صدیق رقد الله تا عراق و قلمرا و ساسانیان رسیده بود در دوران خلافت حضرت عمر دلاتان هو اوضاع ایران مخشوش و متزلزل شده بود بعد از آن که رومیان در جنگ جنادین شکست خوردن نیروهای مسلمین به طرف ایران ره سپار شدن. برای رهبری جنگ به ایران سعد ابن ایوقاس را انتخاب کردند این اگر شما پرسان میکنه که در جنگ ایران صد لشکر مسلمین کی بود سعد ابن ایوقاس موصوف در قادسیه با سپای ایران برخورد کرد و آنها را شکست داد بعد از فتح قادسیه و جلالا سعد ابن وقاص طرح شهر کوفه را بنیاد گذاشت بعد از مدت شهر مدائن را که یزدگرد سیم دفاع از آن میکرد تا مسلمانان فتح گردید و یزدگرد سیم ساسانی پا به فرار گذاشت و این جنگ و دفاع چهار سال را در بر گرفت تا اینکه شهر نهاوند را مسلمانان تصرف کردند و آن را فتح بزرگ یا فتح فتو نامیدند بعد از این جنگ یزدگرد سیوم به خراسان پناهنده شد و در سال سی و یک هجری توسط یک نفر از آسیابان اهل خراسان به قتل رسید خلاصه این که تای دو نیم سال خلافت حضرت عمر حضرت عمر چه خلافت کرد دو نیم سال سرزمین های زیاد توسط مسلمین فتح گردید که وسعت آن از ساحات غربی مصر و تا ساحات شرقی افغانستان بود یعنی در دوران حضرت عمر به کشور ما و اسلام آمد یکی از کارنامه این دوره تعین تاریخ مسلمانان از سال اجرات بود تعین از سال اجرت از اینجا تعین شد که باید حساب شد حضرت عمر فاروق در سال 23 اجری توسیع غلام بنام ابو لولو در حال ادای نماز به شهادت رسید در مسجد ابو لولو باید شاملا کرد خداوند در قهر دوزخ بسوزانی دیگه خودتان خلاصه درس میگیرین و با اعضای خانوادان شریک میکنین توضیح و تشریح کنین بین خود دو گروپ شوین خواهر برادر و پدر و مادرتان تشریح کنین هم ثواب میبرین هم اونا خوش میشه هم شما یاد میگیرین هم معلومات از اونا زیاد میشه و اگه مکتب میرین در مکتب همی درس تشریح کنین دیگه سنفیگک هایتان هم بگوین که درس تعقیب کنه به نظرم همه قدر فعلا بس است بخی بحث خود در, در درس پانزدهم بخیر ادامه خود دادیم بسیار زیاد دوستتان دارم انسان های بزرگواری هستین وقتی تاریخ هم میخوانین خود مو لحظام قرار بتین فکر کنین شما یک سرلشکر هستین شما یک صحابی هستین چی کارایی باید میشد چی میکردین و کجاها را شما باید یاد بگیرین سرمشق قرار بتین به اینی ترتیب تاریخ بخوانین که هم مذبت هم یاد بگیرین هم به ذهنتان زیمیشین شود یک جان سپاس خدا یارو یاورد E